این فیلم ها و عکس ها چی شد؟ اونا که سوخت. یعنی چی سوخت؟ پارت سوخت، فیلم ها پرید. اون فیلم هایی که داره میگه سوخته و پریده، من نسوخته و نپریده شو دارم. شکل بکی از کجا؟ آها، وقتی 1,000,000 فالوور داشته باشی برات خودشیرینی میکنن و تقدیمت میکنن که تکشون کنی. خان داداش میگفتی اون گوشی همه زندگیت، میگفتی همه بیزینست. گفتم اونو ببین اون تلفن من کیه. پاشو با تلفن بردار. این مشتری بود، بگو بعدن زنگ بزنم. مشتری نیست، دای نصرته. این چه کار زشتی شما دارین انجام میدین؟ بر چی به گوشی من زنگ زدین؟ ای بابا خانم، ما بر حسب ادب گوشی که میزنیم به آخرین شماره‌ای که تماس گرفته یا آخرین تماسی که با گوشی گرفته شده زنگ میزنیم. الان این شماره رو گرفتیم. به اون آقای چیچیان که گفتی بگو 4,000,000 به ما بده، گوشیشو بهش بدیم. اگر نه بدم خوردش کنم. میدیم میدیم گردو میدیم. ببین آدرسو بفرست، یکی رو میفرستم گوشیو میاره، پولو ازت میگیره. فقط بدون پای پلیس در میون باشه، جدا از گوشی آقای بهروز مشتاقم میبریم تخلیه میکنیم، 4,000,000 میگیریم، تازه اونو پس بدیم. وای وای، پای اینجور آدم ها به قالیشوی مشتاق با کمتر از نیم قرن عقبه باز نشده بود که صدقه سریع داداش شما باز شد. داداش حالا تو این موقعیت و بدبختی ما شما با هم دعوا نکنی. ببین میری دمه در، پول دستت میگیری، یارو اومد پولو میدی، درقی گوشی رو میگیری، یارو بره با نمیسی مده آب به من بده. پیرزو قربونت برم، من که پول نقد ندارم ببرم دمه در بهش بدم، همین چی تو گوشیمه، باید کارت به کارت کنم. پولو بده، من خودم کارت به کارت میکنم. من نه پول زور میدم نه رشوه. آقا جون قربونت برم، من فیروزی داری به من میدی دیگه، بیا خونه. بابا من تو آمپوسم، پولم کجا بود؟ پولایی که از ورثه معصومه خانم گرفته بودی تو اتاق گذاشتم خوش بشه. بابا من 1,000 تا درد و درد زندگیمو با اون پولا میخوام وصل کنم. داداش تو رو خدا اگه دارین این پولو بدی به ما. این بیچاره اگه موبایلشو پیدا نکنه ما بدبخت میشیم، آواره خیابون میشیم. داره میگه میده دیگه، داره میگه میده. فیروز اجازه بده، اجازه مثل این که شما در جریان نیستی، من 6,000,000 تومان به خانم گماسایی بدهی دارم، اما موقعی که اومدی من هنوز به جا آقای فیروز آقا
بدین یا خونک بده به من. بیا تو. بیا تو کمک کن در رو به من ببینم. الان که همه جمعن کاش که این قضیه منو مطرح میکردی. بابا چرا درک نمیکنی تو؟ الان که خانواده عد تو این شرایط آمپاسی شدیده من بیا بخواستگاری تو رو مطرح کنن. بابا بفهم. الان بهترین فرصت ما الان گل نزنیم پس کی گل بزنیم؟ الان خانم گوموسایی تهرانه، اینجا ما میزبانیم، ما الان تنها تک به تک با گلریم، گل بزنیم مستقیم رفتیم فینال. به عزیز من، این کاری که تو میخوای بکنی تک تو پای داوره. شما الان تو آفسایدی. همین الان درخواست ویدیو چک کنه زندگی تو ببره تو ویدیو چک، قطع به یقین به کارت قرمز میده و از زمین بری بیرون. تازه دو جلسه محرومی. الان این پول بدهی رو بدیم من دیگه خیالم راحت شه. من دیگه واقعا آبرو نمونده برام. پول کیو؟ پول خانم گماسه گندم 6 میلیون بهش بدهی داریم. ببین دست به این پولا بزنی قلم دستتو میشکنم. این 4.5 میلیون 4 تومنشو باید بدیم گوشی نصرت رو تحویل بگیریم. بعدیشم تو فکر کردی من قاقم؟ تو بهش بدهکاری جوگیر شدی پولو دادی به لیزفک تیستر. حالا هر اسبی من باید پولشو بدم؟ واقعا شما نبودی من امروز غرورم جریه دار شد. من امشب پولشو ندم بدیم و ندم من واقعا خواهم نه من میمیرم. دوستایی خوشخولی بده من بده من برو درو بکن بگو معلوم نیم. من برم برو درو بکن بگو الان میام دیگه مگه میخوام بخورنه. بجون برو دیگه برو نترس ما اینجا برو چیزی نیست که برو. اومدم این کلاس بابازه باش اینجا من هستم لازم شد بیان جلو پسرم جان. اگه اتفاقی برای من و عموت افتاد بعد از من تو جانشین منی تو مرد خونه ای. بابا پس من چی؟ آقا بذار هر موقع من مردم تو بشو مرد خونه. زبونتون رو گاز بگیرین تقصیر توه دیگه. تو این حرفو به این میزنی اینم به اون میزنه. اگه تو این حرفو به این نزنی اینم به اون نمیزنه. خیلی خوب حالا نمیخواد انقریب جانشین قالیشویی تو معرفی کنی. ببین فقط اگه میخوای بری مواظب باش من با هر سه تاشون برخورد کردم. نترسیدی بیا بگی باره دیگه بیا نمیتر بچه لغلقی گرفتی و داری قازگولنگ میزنی بیا بگی باره دیگه یاد رفته میخواستن تاکسی درمید کنن. عزیز من اونا فهمیدن که کبد و کلیه من سالمه با من هیچ کاری ندارن ولی وقتی تو رو ببینن میفهمن که احما و احشامت به دردشون نمیخوره. دیگه کبدت که سیروسه کلیت که ساینساز اون چوشوی بابا غروت هم که غوز قرنیه دار. آره دیگه همجی ولی من چی؟ وقتی دیدمشون با قمه و چاقویی که داشتن مثل یه مرد باشون آره آره به خاطر همینم کار به جایی نبردن الان آوردن گوشی رو پس بدن. من مقابله کردم ولی تو داری میری مذاکره. الهی قربونه داداش قهرمانم برم خدا نکنه ایشالا این ماجراها که تموم شد خودم برات خون میریزم. قربونه دست رفت قهرمان زندگی تو اینه؟ من دارم میرم جلوی چاقو و گلوله وقت نگران اینی؟ خب شما هم قهرمان من هست و من دلیل چندومم. ای اینقدر دوباره دلیل چندوم اینا نگر دیگه الان اینا فهمیدن خانداداشم معروفه میخوان ازش اخاذی کنن. ای بای افکر چه اخاذی ما آواره این بدبخت چی داری میگی تو این هیر و بیراخه؟ گفته بودم پیروز هشدار داده بودم تو با مشکلات معروفیت هنوز آشنایی نداری که اینطوری میگم دنباله من خودم نمیام برو همه تو برید دوفنگ یارو به من بچه ها برن تو. این اتفاق ممکنه شامل صحنه هایی باشه که برای هیچ سنی مناسب نیست مخصوصا تو. بیا تو خانداداش بیا تو خانداداش تنها میخوایی دارید یه خطرناک ها اینو بگیر تو برو پشتت به من گرم باشه من پشتیبانتم من برم پشتم به کی گرم باشه. باز دختر کبریت فروش 4 دونه کبریت داشت تو اندازه کبریت هم گرما نداری. خونسرد باش مهروز با کمال خونسردی
برو من اینجا. تو ستون خانواده ای، من برم؟ من تازه انگیزه ندارم. اگه خانم گمسایی بود بله ممکن بود من برم، ده نفرم باشم و میکندم میمادم، ولی الان انگیزه ندارم. حالا اینو بگی، خیال کن من خانم گمسایی. تصورش هم سخته فیروز. بابا اینو با تو کاری ندارن. اینو بگیر ببر بهشون بده، گوشی رو بگیر قطعه به یقین اینا فقط پولو میخوان، با تو کاری نداره. اصلا چرا خود نصرت نره؟ مگه گوشی نصرت نیست؟ خودش بره بگیره. میخوای خواهرمون بیوشه؟ او بگی ببین، تو الان میگفتی اینا با جون کاری ندارن، فقط پول میخوان. الان میگی بیوه تو کاری ندارن. اینو بگی ببینم، این یه هم دنبال کننده داره، این مزنه کلیهش هم لابد بالاز. فیروز تو الان به اینا گفتی که منی، حالا اینا اگه بفهمن که منم، من اون کسی هم که اینا رو تهدید کرده قطع به یقین من رو تخلیه میکنن. چرا ماجرا رو بهروز جان پیچیدش میکنی؟ تو مگه کارت اهدای عضو نداری؟ بله. کسی که کارت اهدای عضو داره که تخلیه نمیترسه. اون مال بعد از مرگ مغزیه، الان که آخه یه چیزی باید باشه که بمیره. تو مغز داری؟ تو همین الانش مرگ مغزی. فیروز من واقعا نمیتونم، میترسم، ببخشید. تو الان داری میری، اگه اتفاقی برات بیفته الان همه جمع، این قضیه من کی مطرح میکنه؟ تو مغز داری؟ داری خودت رو. سلام جان. سر پلیسه چیزی؟ پلیس خدا شما رو رسون برای داماد ما. دامادتون چی شده؟ هیچی بفهمین چه درد نداشت. ممنونم، اینجا درد میشونم، گفتم بپرسم باقی پولتون رو گرفتید که پرونده رو ببندین. 4500ی که در حضور شما دادن، خودتون هم صورت جلسه کردین و ما بلافاصله پولشویی کردیم. کار کردیم؟ نه، به خاطر کووید پروتکولا رو به خاطر ما میشوریم پولا رو. یه تومنش مونده که نه ندادن. الان پیگیری میکنم. دستش باش. جان سبون تا شما پیگیری کنی من الان میرم. پلیس. اینا رو دروسی میکنن نمیان. تو یه چایی بریز من براشون. چایی بریز؟ آبجی چی داره میگی؟ اونا اگه بیان اینجا پلیس اینجا ببینن دومشون میذارن رو کولشون، میرن گوشیم هم نمیدن. اینا اومدن یه میلیون منو زنده کنن. بگم بیرن خانده داشت گوشی چند میارزه؟ با محتویاتش 40 میلیون. بفرما 40 میلیون بیشتر یا 1 میلیون؟ ببخشید زنده داشت، گوشی داداش شما رو دزدیدن، تاوانشو ما باید بدیم. بفرمایید بدون مغزم اینو فهمید. آقا میدم من که 4 تومن دارم میدم، 1 تومنم روش. فقط به اینا بگو برن، فقط برن فیروز. راست میگه دیگه، خانداداشم یه ام دنبال کننده داره، 1 میلیون که براش چیزی نیست. چرا فکر میکنین این پولا واسه ما چیزی نیست؟ ما الان در به در آلا خوب بالا. فیروز میدم. شفایی قبول نیست، باید کتبی نیست. آخه جلوی خواهرم دارم میگم، جلوی خواهرت دارم میگم میدم. تو خواهر منو به شهادت گرفتی، منم خواهر تو رو به شهادت میگیرم. میدم. یا برو فیروز، حالا که داری میده این سوش میلیون خوام که آسایی رو هم کسی که ازش میگرفت. تو که داری میدی خوام شیشم بده. جواب نمیده. بلا با تو هم پاسه که جواب نمیده. البته شما خبره این، خودتون آدم ها رو ببینین درقی رو هوا میفهمید این چی کار است، ولی بیچاره قیافش به این کارا نمیخورد. نمیدونم رفتم اونجا داره چی. پاس شما دیگه ازش دارم. نه لازم نیست زنگ بزنین. آره اگر هم احیانا اوورد که این پولو بده شما بگو بده خیریه. مطمئنی؟ بله. پس فرمانده بستش بیدیم باید باید؟ بله بستش بفرمی. خدا نگهدار. نیمدین در خدمت باشی. ممنون کنم. خدا نگهدار.
بله پیکی؟ شما خیال کن پیکم مشتاقی همون؟ من که مشتاق دیدار شما هستم برای من لفظ نیا بهروز مشتاقی؟ الان میگم بیا بجام بجام بهروز بهروز مغز نداری پرده سماخ که داری با تو کار داره با من چیکار داره داره میگه بهروز مشتاق بله بخاطر تو رفتی بهش گفتی بهروز مشتاقی تو نگفتی خودت تو رفتی گفتی منم آخه خود گفتی بودی خودت میگه با من کار نداره خودت گفتی دیگه یادت رفت اول درم بول درم میکردی گفتی من بهروز مشتاقم برو دیگه برو گفتی بیادمو بهروز مشتاق خودم چرا اول نگفتی خب الان دارم میگم پولو بده گوشیو ببر بیام اینا که انگوش خیس میکنن نداری؟ نمیخوام به زبونم بزنم کروناست بده من برات خیس میکنم زبون شما نه من انگوشت خودم هم زبون نمیزم انگوشت تو رو زبون بزنم الان تو چند سالت افتادی تو دار دست دوزا؟ میخوایی برام تعلق بگیری همون؟ فکر کن 32 بسرم ولی دوزی آخر آقابت نداره آره دیگه دوزی مثل قدیم درآمدش خوب نیه همون آفه بیام گوشتو بگیر یه دوستی من میتونم یه پندو اندرز ساده بکنم چرا یکی؟ دوتاش بکن خاشخاشی همو اگه همو تودم که اصلا قضیه فرق میکرد اما اینی که میخوام بهت بگم عقبه ذهنت داشته باش که پل نمونه اون برای دزدی آخر عاقبت نداره یه جایی گیر میکنی تو آنپاس نه آنپاس ها آنپاس دیگه نمیتونی مغلطه کنی نه سفسته برای تعارضات هم نمیتونی تمارز کنی اون وقته که میفتی به غلط کردم ولی خواهد چند سالته همون؟ 50 تو دوزی نکردی به جایی بسید یه بس زدی ضربتی نوش کن شاید من چیزی نداشته باشم اما آبرو دارم خانواده دارم زن بچه‌های خوب یکیشون نخبه است یکیشون کبدیکاره میخوای بگم بیاد برات زو بکشه زو چیه خب زو دیگه زو شکر به خیر گذشت اومد فیروز چی شد قربونت برم فیروز چی شد فیروز جون تونستی بگیری داداش باب افتخاره اذیت نکن دیگه داداشمو بدیش من دیگه فیروز اینو الان گرفتی 5 میلیون رو کارت به کارت میکنی توش باشه خیلی خوب میریزم برات باشه خیلی خوب من فشارم افتاده قندم افتاده خوام ببینم باشه میریزم برات خوام ببینم میریزم فیروز ازیادم کن دیگه بابا هنوز حال ندارم فیروز بس خودم پیدا کنم باشه چشم خیلی خوب دیگه باشه قربونت برم من داداش یه دقیقه صبر کن برات یه اسفندود کنم برای این اسفندود کنی دیگه چش نخوره قربونت برم این یه بار تو زندگیش چش خورده اونم تو کله پزی خودم حساب کردم آره دست در نکنه آجی قربونت برم من تو تا نهار حاضر کنی من چند تا میسکال دارم زنگ بزنم بیام باشه قربونت برم من داری 28 تا میسکال دارم فیروز دست در نکن شما اینجا چیکار داری بابا یک صحنه ای نبود که ما نتونیم ببینیم بریم تو ببینن بریم تو بیا تو پاشو کلا تو علیکم سلام مرد حسابی چرا جواب تلفنتو نمیدی چطور زحمت زدنه صداتو بیار پایین
تو الان باید خواهش کنی، التماس کنی، تمنا کنی تا شاید سر اون ویدیوها به تفاهم برسیم. چه خبرته؟ باید جواب تلفن منو بدی که به تفاهم برسیم. خب لابد مشکل داشتم که نتونستم جواب بدم. گوشمو دزد زده بود. اگه گوشی تو دزد دیدن چطور با شماره خودت داری زنگ میزنی؟ ببین چکاوکی، وقتی یه میلیون دنبال کننده داشته باشی، وقتی محبوب باشی، همه میافتن دنبال گوشید که پیداش کنن عزیز من. آره پس محبوب همونا بمونه دیگه، به من زنگ نزن. تو مگه ویدیوها رو لازم نداری؟ مگه بابت ویدیوهای این همه زنگ نزده بودی؟ نمیخوام، دادم هاردو درست کردن و ویدیوها رو برگردوندم. چی داره میگی چکا؟ به هر حال اون ویدیوها قراره توی پیجی تبلیغ بشه دیگه. چه پیجی بهتر از من که یه میلیون دنبال کننده داری عزیزم؟ لازم نکرده، نمیخوام بذاری. الو الو چکا بکی، الو 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 الو. فای فای، من بدبخ شده، من به پولش نیاز دارم. من قریبه که منو بیچاره کنی چکا بکی. بدبخ شدم. مادر سب کن، چرا اینجوری میکنی؟ ماما خیلی خوب، بده من، بده من. کفگیره بیا مادر، بیا دی اینجا ببین چه تعدی که در آوردم. سب کن دیگه، هنوز دعا نخونده. خدایا قربون نعمت و برکتت، ممنون بابت هر چیزی که دادی و ندادی. ما بنده هات که پولدار نیستیم یاد گرفتیم قید یه سری چیزا رو بزنیم، ولی قطعه به یقین تو هر دری رو که ببندی خودت یه در دیگر رو باز میکنی. حالا مهم نیست که قمپوز در کرده، من کلید دارم از آمپاس درتون میارم. حالا بود کلیدش به در ما نمیخوره. تو خودت هر دری رو که صلاح میدونی برامون باز کن. الهیام بفرمایید. الهیام بفرمایید. اول بزرگترا بفرمایید خانم دادش. من نمیخورم، خیلی ممنون. بخور بابا، غیر غمیش نیا، من که میدونم دلت داره قنج میره. بخور. اینقدر خانم داداشم اذیت نکنی. شما اگه خودت بودی تا دم مرگ رفته بودی و برمیگشتی بازم اشتها داشتی؟ با دست نرین تو سفره. این قیافه گرفته که راه مغلطه برای پول ندادن به من براش باز بشه. شما چقدر ساده. چشم آقا فیروز، غذامو خوردم، انقریب تو کار بوده، نگران نباش. نصفه تو الان میگفتی من میلی ندارم، اشتها ندارم. چرا؟ ولی فکر میکردم آبجی برای ماهی درست کرده. ای خدا مرگم بده خان داداش. وای پیشمرگت بشم. به خدا ماهی نداشتیم، بعدش همی که یه هویی شد من نرسیدم برم ماهی بخرم. ایشالله دفعه بعد براتون ماهی شکم پر درست. نصرت جون تو که دو روز پیش ماهی خوردی. افرو چی میگی؟ میدونی من ماهی دوست دارم، هفته ای دو وعده میتونم ماهی بخورم. الان مشکلیه. اصلا تو میدونی ماهی چنده؟ چنده؟ هفته ای دو وعده ماهی درسته بخورم. خود کوسه دریای آبهای شور هفته دو وعده ماهی نمیخوره. تازه اگه بدون چنده میره جلبگ میخوره، همون ماهی رو میاد بازار آزاد میپوشه. لازه ساحل بسات میکنه. هفته دو وعده ماهی چیه؟ الان میخوایی نخوره هم؟ موشه جونه، بخور. فیروز، تو تستو کفش خانداداش من بیرون بیار. حضور پرتمطراق خانداداش شما ما رو به انهای مختلف به قهقرا میکشونه، جوری که پابرنه میریم این ور اون ور. کفش خودمونم پاهم نمیگه. من اصلا برای چی باید بکنم تو کفش این؟ خانداداشم سر حال و سر خوشه، دوست داره با نصرت کلمن کل کنه. سرخوشی آدم ارتباط تنگ و تنگ و مستقیم داره با حساب بانکی آدم. میشه سر سفره از این حرفا نزنیم؟ بله من هم بازنداش موافقم سر سفره این حرفا رو نزنیم. خب بعد چی حرف بزنیم؟ داداش چیز حرف بزنیم؟ داداش از موید تک به تک گل طلایی همین جمع این قضیه رو قرار بود مطرح کنید لطفا. نهاری که خوردیم چرت و نیم چرت و قیدوله ممنون. حال که همه دوره هم هستیم من یه دو دقیقه حرف دارم که سر چایی میزنم. خب اگه دو دقیقه میخوای حرف بزنی همینجا حرف بزن. نه خب دو دقیقه من حرف دارم، شاید دو دقیقه تو حرف داشته باشی، یه دقیقه افروز، دوازده ثانیه نصرت، چه پنج دقیقه بهروز. پس سر چایی. وا چه دو دقیقه ایه که همه اینقدر حرف در موردش میزنن. میگم دیگه سر چایی. الهی شکرت
دیگه سفره رو جمع کنیم بریم چایی رو بیاریم. ما بخوریم. ما تازه شروع کردیم. من شروع منم تحریک میکنه. می‌خواستم یه غذا بخورم. می‌خواستم. دادا چای اومده هست یا برم دم کنم؟ بله، چای حاضره. دست بده. بخور، چای بخور. بخور، دادا. یه چمچ دوغو بده من. دادا شو. دوغو بده من. فرنوشی بریزم. فرنوشی رو بریزم. کافی، کافی. می‌خوای یه چیز ماست بیارم برات؟ نه. هست، دادا بیارم بخور. حالا شما بفرمایید. شکلات دوست داشتی؟ من می‌خورم، مامجی دست در نکن، خوشمزه. نوشت. عجیب. چه جونه؟ آبچی؟ طرف فرمان خرش میکنم نسا جان آبا، ببرم بله، بفرمه بهبه، آبا برو بله، شما بیاییم دست شما در نکنم چه جونه؟ بچه جونه؟ بچه جونه؟ بچه جونه؟ بچه جونه؟ خب 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 بله، خب خب آب خیلی خب من گفتم یه تشریک مساعی کنیم در مورد بهروز. البته من خودم به شخص دوست دارم که بهروز زودتر سر و سامون بگیم. ولی این راهش نیمه. هی بری، هلک و هلک بری، هلک و هلک بیای. داداش شما خودت همیشه میگی باید طرف رو ببینی، ببینی به هم میان، همدیگر رو میفهمیم، به هم میخوریم، میشناسیم. خب من تا هلک و هلک نرم نیم، کجا بفهم رو هم میخوریم یا نه، همدیگر درک میکنیم یا نه. راست میگه دیگه داداش، الان این طفلکی فرصتی شده بره بیاد که با اخلاق طرف آشنا بشه، اینم که ظرف یه روز دو روز که نمیشه، زمان میبره. مرسی آقا جان، الان اگه فیلم رو بخوای ذخیره کنی دو روز طول میکشه لوچه، سه روز طول میکشه دانلود چه. آقا میخواد زن بگیری، شوخی که نیست که. تمام عمر دیگه حرف درست زده باشی نصرت امیر. همه حرفم درستی. من که نمیگم یه روز، ولی میگم زیاد طول نکشه. آفرین، من دوست دارم که زود، من میخوام واقعا زود. حالا باشه که خونه همون نزدیک بود، یه کوچه بالاتر، یه کوچه پایین‌تر. بله. اگه تو یه منطقه بودیم، بلون. ما این سر تهرون، اینا اون سر تهرون، بنزین لیتری 3000 تومان، اصلا من کاری به پولش هم ندارم. این هی بره بیاد، بره بیاد، هوا وارونگی میزنه. آقا خوبه دیگه، هم شهر تعطیل میشه، هم مدرسه ها. واسه شما پسرا بله، ولی واسه ما دخترا نه، چون حوصله‌مون تو خونه سر میره. بعد کرونا یه سال مدرسه ها رو تعطیل کرده. بس نیست؟ یعنی که چرا بعد میشه تو خونه نشستی داری درست هم میخونی؟ یعنی شما دق بزنی. سه ماه در سال که به خاطر تابستون تعطیلی، سه ماه در سال توی زمستون به خاطر وارونگی تعطیلی، الانم یک سال و نیم نشستی تو خونه داری سر منو میخوری، بازم تعطیلی میخوای؟ ما به این بگو. من کار ندارم. البته چون بیزینس من اینترنتیه، هوا وارونگی بشه تعطیلی بشه برای من خوبه. آخه من نمیفهمم تعطیلی به چه دردتو میخوره؟ تو یه عمر تعطیلی، هر وقت من یادم میاد تو ککرک با این بوده. عزیزم فیلی جون، وقتی تعطیل بشه مردم کارشون رو اینترنتی انجام میدن، وقتی مردم کارشون رو اینترنتی انجام بدن درآمد امسال ما هم میره بالا، تو کار ما تاثیر داره. از اون نظر بله. درآمدت تو رفته بالا، درآمدت خوبه، 5 میلیون به من بده کاری. آقا گفتم 20 میلیون بی نیازم باز به من بده کاری. داداش الان ما اومدیم راجب داداش بهروز هم حرف بزنیم. به هم نپرن دیگه. من میگم داداش بهروز میخواد زن بگیره بگیره، من که از خدا سر و سامون میگیره، ولی راشی نیست. یعنی دوره ما که اینجوری نبود. آقا ما جرأت نمی کردیم به یه دختر نگاه کنیم، حالا بر فرض محال جرأتشو پیدا می کردیم یه زیرچشی نگاه می کردیم، مگه جرأت می کردیم بریم با یارو حرف بزنیم؟ ته تهش با یارو یه کلاسور به کلاسور می کردیم تمام. کلاسور به کلاسور چجوریه؟ ببین، یعنی در راستای طرف مورد نظر قرار این گرفتیم و به هیچ نزدیک می شدیم. کلاسور رو با زاویه یه خاده جوری به کلاسور طرف با زاویه عمود منصف میکوبیدیم که تشکیل زاویه حاد منفجره بده. منجفره. چی میگی بابا؟ منفرجه. منفرجه چیه؟ منجفره. ای با من میدونم. با فیروز. راست میگه دیگه مادرتون. پاشین پاشین بری سر درس و مشقتون.
با ما درس نداریم، بذار گوش کنیم دیگه. اتفاقا وقتی آدم درس نداره درس بخونه پیشرفت میکنه، وگرنه موقع درس که همه درس میخونن. پاشین از این چه معنی داره دختر تو این بحث شکر؟ پاشین ای بابا چرا همش من خوب دختر پسر نداره؟ پاشین ببینم درس بلمه پاشین ببینم بابا چایی من بخورم. ای بابا بابا من خوب تلویزیون بگم لغزم نمیدونم. تو همین الانش داری لغز میخونی؟ پاشو ببینم لغز بودو شما بفرمایید بودو پورتورونیکا فیروز. یعنی با کلاس به کلاس روش بعد جان من تعریف کن این کلاس به کلاس رومونو جان من کلاس رو به کلاس رو کردیم، بعد کتابم ریخ زمین، بعد با هم جمعش کرد. یعنی من اومدم جمع کنم، بعد تو هم کمک کردی. بعد یادته بعد یه مدت من معذرت میخوام. الان نه من کلاس رو دارم، نه اصلا خانم کماسایی کلاس رو دستش میگم. من با چیکار کنم؟ بابا حرف منم همینه دیگه. کلاس رو بکره. بابا من وقتی با عفت کلاس رو به کلاس رو کردم، میدونستم یه داداش داره، اون داداشش هم رفیقمه. بابا این دختر پنج تا داداش داره، آخه اینا یه نوپای نامحسوسن. خان داداش شما هم یه چیزی بگین دیگه، داری مشورت میکنی. بله آبجی من موقع کلاس رو منرسون نداشتم که فیروز گفت بیا آبجی مو بگین من اومدم گرفتمش. با باز دوباره تو این حرفو زدی، داداشت گفت که من اومدم گرفتم. شوخی میکنه شوخی میکنه. عزیز من آقا بهروز، اون موقع من یه دختری رو میشناختم به اسم اثر، شما که در جریان آقا فیروز مگه نه؟ فیروز برگشت گفت که آقا آدم عنوان و لقب زنشو شریک زندگیشو میگه اثر. تو اگه اینو بگیری درسته؟ تو اگه اینو بگیریش باید بهش بگی اصل اصل. خب سایه است راستم یه افروزو بگیر. منم اومدم با افروز ازدواج کردم دیگه. آقا غیر اینه؟ غیر اینه؟ ای نداره. ببین داداش باز دوباره داره میگه شما گفتی که بیاد منو بگیری. آره دیگه. ای بابا این داره کمپوز در میکنه. این از دور دیده یه طرفه. اگه به یه طرفه باشه که منم خیلی یار دیدم. ببخشید کیارو؟ شما که گفتیم اولین و آخرین نفری هم که دیدی؟ من یعنی اصلا جان. بله؟ آفشه افرا جان ببین 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 اصلا 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 به این نمیخور. افروز اصلا به این نمیخور. این حلوا شکری و پنیر لیقمانم از سرش زیاده، چه برسه به اصل؟ ببخشید داداش، یعنی من پنیر لیقمان و حلوا شکری هم؟ جان یعنی من مثل دارم میگم که یعنی تو اگه بره رو بهش نمیگفتی این میمور جوان ناکام بود. آقا یه لحظه تو از سرش هم زیادی. بابا میشه این قضیه کلاسور و حلوا شکری و جوان ناکام و اصل و پنیر لیقمان رو بذارین کرا قرار بود تشریح که مسایی برای من بکنین؟ آقا من نظرمو میگم. بروز جان تو الان شرایط مردی که بخواد مستقل باشه و بره تو زندگی مشترکو نداری. جانتون تو همینجوری که خودتی و خودت تو آمپاسی، حالا چرا باید یه دختر معصوم با هزاران آرزو با آمپاس آشنا کنی که من قطع به یقین مطمئنم اون با تو همراه نمیشه. ولی الان مهم اینه که تو این شرایطو درک کنی. چی درک کنم؟ اینکه این بهروز برای زندگی مشترک خوب نیست، باید خودتو عوض کنی. این کسی به درد نمیخوره. اینی که میفهمی وقتی با خودت تنها شدی. اینو عقبه ذهنت داشته باش. بابا بهروز تو وقتی تنهایی آدم ترهینه، قبول کن دیگه. بله این بهروز خوب نیست، به درد نمیخوره. این بهروز تو تنهایی آدم تره. آقا بهروز، آقا بهروز یه دقیقه صبر کن. بابا فیروز فقط نظر خودشو گفت. نظر شما چی؟ من چی بگم؟ من هرچی بگم عروسم. اگه بگم بده میگین عفت حسودی کرده. دوست نداری عروس دیگه وارد خانواده بشه، چش نداری جاریشو ببینی. اگه بگم خوبه خدایی نکرده یه اتفاقی میفته، میگین ها عفت کرده. حالا هرچی من به شماها برگردم بگم بابا شماها از من خواستی من نظر بدم، هیچ کس به خرجش نمیره. اگرم بخوام غیر مستقیم و در لفافه نظر بدم، هر کسی برداشت خودشو میکنه، کدورت به وجود میاد. خب پس بهتر من هیچی نگم. نه والا هرچان هرچی خان داداشم بگه. دوست جان جونم شما خارج رفتید بالاخره بازی، شما نظرتون چیه؟ بله من چی بگم؟ بری جون من میفهمم،
من این شوق و اشتیاق و این شعله‌ای که می‌جوشه، عشقی که در تو بیدار شده رو کاملا، خب پول البته خیلی مهم نیست، اینا اون میدونه. بفرما باریک. افروز اون زمانه خواستگارت خیلی پولداری داشت، ولی فیروز برگشت گفت آقا من دلم میخواد تو بیای افروز رو بگیری. من اومدم گرفتم. راست میگه داداش. داداش من خواستگار پولدار داشتم. خط ساده ای، یه خواستگار فکلی پولدار داشتی. من همون موقع دکش کردم رفت، به دو دلیل منسوخ شده. یک اینکه اون موقع فکر میکردم پول مهم نیست، دو این که فکر میکردم این آدم حسابیه که نبود. آره کی بود؟ حالا خدا رحمتش کنه، خوب نیست دادم پشت سر مرده حرف. حالا خدا رحمتش کنه دیگه، پشت سر مرده حرف نزنیم. خوب بود ازدواج میکردی؟ آره؟ الان بیوه شده بودی، دو تا بچه هم کناره بودی. آره یه مرد الان کناره تا. آره خدا نکنه آجی، برار بیرو جون من دست و بالم بسته است، نمیتونم چیزی بگم. اگرم چیزی بخوام بگم همین داداشت برمیگرده میگه اینقدر قنبوز در نکن، لغز نخون. در خواهرت اینجاست، به تو نزدیکتره، میتونی نظر خودش بده. آجی شما نظرتو چیه؟ ببین داداش، به نظر من شما اگر که آره، البته که خب هرچی که خان داداشم بگه، چون حکم پدری دارن دیگه، ایشون حرف ایشون نمیدن دیگه. حرفشی آجی باهوشم. شما بچه نظر خواستی بگی نداریم؟ بچه ها اما به روز من که واسه عروسی تمرین رقصم کردم، میخوام بیام وسط، خب بگم شواش شواش حسوز نما. این به انشالله عروسی همو از اول تا آخر دیل آینه نایی میکنی قومت برمه. حالا افتادی تو هچل، داری به هر بوته و خس و خاشاکی چنگ میزنی. آمو جون من که خیلی دوست دارم یه دخترم و پسرم رو داشته باشه. بذار زنموش پیداشه بعد دخترم و پسرم. خب دیگه هرچی بابا بگه. آمو جان کبیدی جان شما نظرت چیه؟ عمو به نظر من هر پسر عزبی باید یه روزی ازدواج بکنه. عمو شده آفرین آفرین عمو. به شرطی که پسر رو پدر کند داماد. خب منم که پدرم مرده. دعوه بود آقا فیروز شما برای من پدری کنی، همه رو جمع کنی، همراه کنی، هم نظر کنی. اما شما چیکار کردی؟ منو تو جمع بیاورو کردی، منو تو جمع بی‌شخصیت کردی، خورد کردی. یادت باشه. آقا شما بزرگ منی، جای پدر منی، حرمتت واجب. فیروز خان اگه من رو پای خودم وای نسادم، اگه من نرفتم، اگه من مستقل نبودم، به خاطر توه. گفتم اگر برم تو میریزی، ولی من چیکار کردم؟ من نرفتم که تو نریزی، ولی تو چیکار کردی؟ تو جمع باید شدی من بریزم. حالا من چیکار میکنم؟ من میرم که تو بریزی. فیروز کل نه شاید من بسته ناجورم، نه واقعا شاید من اصلا سر رایم، نه به جان زنداج و جان نصرت. برم که شما راحت باشین. با این دیوونه شده به من حمله کرد. آقا مهروز پدر عشق بسوز. زیاده روی کردی آقا. من؟ بله شما زیاده روی کردی. یعنی باور کن اگر با من اینجوری تو جمع حرف بزنی، با همین دستم دو تا چمدون رو برمی داشتم، سه تا بچه هم میگرفتم دستم، از این خونه میرفتم بیرون. ایفا آره تو که گفتی من با لباس سفید عروسی میام، با کفن سفید خونت میرم. بابا حالا مثال زدم، اگه دو تا دست بیشتر ندارم چجوری دو تا شمیدون میگیرم واسه تا بچه ها؟ ولی زیاده روی کردی. رفت من چه زیاده روی کردم؟ من گفتم این پاشو. من اگه میگم خودش عوض کنه این زیاده رویه؟ داداش این طفلکی دلش میخواد شما پشتش باشی، اصلا بگی ازدواج کن و تشویقش کن. چرا حرف تو دهنم میذاری آبجی؟ مگه من میگم ازدواج نکن؟ من میگم خودتو عوض کن عزیز من. این ازدواج بکنه خود به خود عوض میشه. بله من در مورد تو هم همین فکر رو میکردم. بفهم اشتباه میکردم، همچین هم پشت خنجر کوبیدی میونه دوتا کتفم. ای بابا باز رسیدی به خانداداش من. آقا اصلا بگی کلیه میخوام، من میگم دوتا دارم یکیش مال تو. باز کلیه هاشو بره خود ماجه. آقا ازدواج که خاله بازی نیست، 20 نفر انر پا پیش بزنن، پاشن برن اونجا قیف و قپی بیان لغز بخونن که به خانواده دختر اطمینان بدن که اونا پاره تنشون جیگرشون رو
بدن به آدمی که ما بهش اطمینان نداریم. مگه میشه آخه من با ما 100 سال سیو با دخترم همچین کار نکنیم؟ لازم نکرد بر من پا پیش بذاری. آقا به قول خود من تنها تر باشم راحت ترم. با این دیوونه شد. این سویش اخرایی خودمه، اینم میذارم رو بانه. بله ساکت، برای چی برداشتی؟ مثل دختر قرق کردی. کدوم گوری میخوای بری؟ میخوام برم تو پارک بخوابم. میخوام برم زیر پل بخوام، تو جوب بخوام. مگه برای تو فرقی میکنه؟ داداش مگه میشه؟ مگه الکی همینطوری بذاری بری؟ چرا نمیشه آبجی؟ ببین آب. بله. مهم اینه که من خودم نباشم. به قول آقا آدم باشم. تنها باشم. دیوونه. بده بابا، دیروز داداشت جوشیه، جوش میاره یه دفعه یه حرفی میزنه بعد پشیمون میشه. داداش واقعا هوا داداشه. من همین مدت اینجا بودم، چی شدم یادم به درد نخور؟ میرم تو تنهایی یادم به درد بخور بشم. اینجا حیف شدم. کی گفته شما حیف شد اینجا داداش؟ نه آبجی، وقتی به من میگه تو آدم به درد نخوری هستی یعنی چی؟ یعنی من حیف شدم، تلف شدم. بابا منظور فیروز این نبود. حالا من میرم هر موقع که منظور داداش فیروزو فهمیدم برمیگردم. تو اینجا نمیری. برای چی نمیرم؟ مگه نگفتم آدم به درد نخوری هستم؟ میرم آدم به درد بخوری بشم. بفرما. اینم سوئیچ وانت. با اوکراین میرم. خدا نگهدار. سب کن دیگه. چرا بهت برمیخوره؟ از دار دنیا یه دونه ماشین داری، ای میخوای ازدواج کنی که صندلی شاگردش خالی نباشه؟ تو اگه منطقی باشی به حرف من گوش بدی همه چی درست میشه. بروز فیروز داداش، اگه شما منطقی بودی، شما به حرفای آقا جون خدا بیامرز که اومد تو خواب اون همه وقت گذاشت اون همه صحبت کرد به اونا عمل میکردی و گوش میکردی؟ قربونش برم، خواب بابا رو دیدی؟ بابا اومد تو خوابم وقت گذاشت، اون ور دنیا اومده، گفت اصلا من تعجب دارم میکنم، فیروز وضع مالیش خوبه، دستش به دهنش میرسه، ولی یار سر آسین بچه آسین تو بالا نمیزنه کاری بکنه. خب دیگه بابا میشه بگی من برای این چی کار نکردم؟ نه داداش نتیجه مهمه. نتیجه چی شده؟ هیچی. من شدم یه آدم به درد نخور. میرم آدم به درد بخوری. این دیوونه شده. آقا بهروز همین چی که تقصیر من نیست، تو خودت هم لابد یه مشکلی داری که اینجوری میشه دیگه. تعبیر بگیزن داشت دیگه، حالا منم مشکل دارم کرد. آقا بهروز صدا تو بیار پایین، به خدا آبرومون جلو در همسایه رفت. یعنی الان آبروی شما جلو در همسایه بهروز مهمتره؟ ای بابا هرچی بهش میگه بر میخوره. آقا بهروز کن بذار بره ببینم این کجا میخواد بره. برو همه جا فیروز خان جا دارم همه جا. بابا چی میگی؟ برو آقا میرم دیگه. برگشتی در آقا بهروز آروم باشی. چرا اصرار میکنی؟ من باید برم، من دیگه نمیتونم بمونم. برو من کجا دارم. بابا این میشینه نه الکی استارت میزنه پیاده میشه. میگین بفرمایید جناب. موبایل چه جا گذاشتی؟ آقا بهروز این جایی نداره بره. آخه رفت برو دیگه. آقا بهروز ببینم نمیری استارت زد الان تمام پیاده میشه. بیا بیا بعد رفت مونیکا بیا رفت. فیروز با قمپوز رفت، با قمپوز برگشت. بابا من به علق. بله اصلا نگو من باره. سلام خواهدشم. یه چیزی رو پیششون جا گذاشت. بخش چی؟ نوره دیدم بریده از آجی افرو ایز تخ
خره. من نمیدونم. نمیخواد بیاد. شده آب ببندم تو اتاقش. آبشش دلفین به پیوند بزنم. صبح تا شب تو آب بوته برداشه و پشتک بالانش بزنه. این کارو میکنه؟ بله میبرمش. معلومه که تقصیر توئه. نظر سر خواهرم. با داداش من اینجوری حرف نزن. بابا اگه من داشت نیستم یا با من مشکلی داری یه دینامی دیگه بکن توی دهن من منفجر کن من برم به کارم. بس همین الان دارم تو لباس دومادی میبینم. یعنی آدم ها از یه نقطه‌ای به بعد باید این مشکلشون پیدا کنن و کامل بشن.